سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدید. برنامه این هفته ما اختصاص داره به هیلاری منتل، نویسنده برجسته بریتانیایی که در دهه اخیر دو بار جایزه ادبی بوکر برده. یه بارش برای رمان معروف وولف هال یا تالار گرگ که به فارسی هم ترجمه شده و بی بی سی هم بر اساسش یک سریال تلویزیونی پربیننده ساخته. در برنامه این هفته خانم منتل درباره زندگی و آثارش صحبت می‌کنه. به کسایی که از من در مورد انتشار کتابشون مشورت میخوان توصیه میکنم به خواننده‌تون اعتماد کنین. خواننده رو احمق فرض نکنین. هوش خواننده رو دست کم به اندازه هوش خودتون در نظر بگیرین. بر تقویت حافظه و تشدید حساسیتاتون تمرکز کنین. دست کم یک سوم هر صفحه‌ای رو که مینویسین کوتاه کنین. دنبال عبارت پردازی نباشین. بفهمین چی میخواین بگین و اون رو به پرشورترین و صریح‌ترین شکل ممکن بیان کنین. گوشت بخورین. خون بنوشین. از زندگی اجتماعیتون دست بکشین و فکر دوستیابی رو از سر بیرون کنین. در ساعات خاموش شب بیدار بشین. سر انگشتاتون رو بخراشین و با خونتون بنویسین. اما آیا من به نصایح خودم گوش میکنم؟ نه حتی یه ذره. هیلاری منتل نویسنده آثاری پرشور، ناآرام و تکان دهنده است. آثاری که مضامین اصلیشون تاریخ، هویت فردی، مذهب، سرکشی و فشار جهان مردگان و دنیای زندگان. در آثارش این سوال مطرح میشه که ما چگونه ما شدیم؟ آثاری که در فضایی بین واقعیت و خیالند. جهانی که در اون هیچ چیز، هیچ وقت اون چیزی نیست که به نظر میرسه. هیلاری، میدونی وقتی من کار تو رو میخونم به نظرم دلهره‌آور و آزاردهنده میاد. آیا عمدن میخوای چنین تأثیری بر خواننده بذاری؟ فکر نمیکنم بتونم جلوشو بگیرم. مربوط به شکلیه که دنیا رو میبینم. خیلی به دنیا اعتماد ندارم. همیشه فکر میکنم اگه دستم رو روی دیوار بکشم ممکنه انگشتام تو دیوار فرو بره. گمانم وقتی بچه بودم خیلی با دقت به همه چیز گوش میکردم و سعی میکردم بفهمم تو اتاق بغلی داره چه اتفاقی میفته. یه کمی از این در رمان تالار گرگ هست، جایی که کاردینال وولزی میگه هیچ وقت ازت نشنوم که بگی نمیدونی پشت درهای بسته چی میگذره، برو بفهم. و تمام بچگی من اینطور گذشته و عادتم شده. شما ولو برای صیانت نفستونم که شده باید بدونین آیا ابلیس پشت در ایستاده یا نه. همه مثل شما فکر نمی کنن. اشتباه می کنین. تخیل ناآرام منتل به تجربیات کودکیش در شمال انگلستان در دهه 1950 برمیگرده. من در روستایی در حاشیه پیک دیستریکت بزرگ شدم، در هاتفیلد که دهی بود با آسیابای بادی. جای غریب و دلگیری بود در حاشیه خلنگزار. حس می کردی که نه تنها در انتهای خط آهن منتهی به منچستر، که در انتهای جهان واقع شده. مردم اونجا تو خودشون بودن و طنزی گزنده داشتن. زمستونای هاتفیلد بسیار طولانی بود و به نظر می رسید تاریکی مدت ها دوام داره. رنگی هست که به نظر می رسد دیگر وجود ندارد. رنگی که خاطرات کودکی من به آن آغشته است. قرمز تیره رنگ باخته‌ای که خون خشک شده را به یاد می آورد. من از این رنگ پوسته پوسته شده که می‌خواهم آن را سرخی به رنگ خون ورزا بنامم، برای رنگ‌آمیزی اتاق‌های کودکی خاطراتم استفاده می‌کنم.
اتاقهایی که در واقع سبز تیره و خامه‌ای رنگ بودند و بعدها به زرد کدری بدل شدند که بخشی از دیوار را پوشانده بود. منتل در سال 1952 میلادی متولد شد و کودکیش در این خیابان در شهری واقع در 20 کیلومتری منچستر گذشت. او در یک خانواده مهاجر ایرلندی کاتولیک بزرگ شد و تربیت کاتولیکی تأثیر عمیقی بر نوشته‌هاش گذاشت. من با آموزه‌های کاتولیکی بزرگ شدم و همه چیز این مذهب رو بیچون و چرا و در بست پذیرفته بودم. به این معنی که از 4 سالگی باور داشتم که جهان دیگری هست و واقعیت ناپیدایی وجود داره که بسیار مهمتر از واقعیت جهان ماست. قلمرو متعلق به فرشتگان ناپیدا، قلمرو جهان پس از مرگ. این که حیات گذراست و زندگی بدون اعتقاد به آخرت بی‌معناست و مقصد مهمتری در پیشه. فکر می‌کنم که در بست پذیرفتم که قلمرو ناپیدا وجود داره و این اعتقاد رو حفظ کردم. حتی وقتی باورم به آموزه‌های مذهبی رو از دست دادم و از اجرای شعائر مذهبی دست کشیدم، همچنان ایمان عمیقم به جهان ناپیدا رو حفظ کردم که بد هم نیست، چون نویسنده اغلب وقتش رو در دنیاهای ناپیدا می‌گذرونه. وقتی حدوداً 8 سالم بود، یه روز که در باغچه خونمون در هتفیلد تنها بودم، چیزی رو نمیتونم بگم دیدم، اما میتونم بگم حس کردم. به نظرم میومد که چیزی اونجاست. بیشتر از اینکه وجود چیزی یا کسی رو حس کنم، حرکتی رو در فضا حس کردم. یه حرکت دورانی کند. نمیتونم بگم چیزی دیدم، اما از وجود چیزی آگاه شدم. اون چه حس کردم به طرز باور نکردنی پلید بود و حال منو بلا فاصله بد کرد. انگار به درونم خزید و تمام ذرات وجودم رو تکون داد. مثل یه جریان شوم بود. من اسم اینو نمیذارم تماس با شیطان، بلکه بیشتر فکر میکنم به درکی از وجود شر رسیدم یا با شر مواجه شدم. از این تجربه احساس خجالت میکردم و خودم رو مقصر میدونستم. چون اگه رومو برگردونده بودم میتونستم ازش حذر کنم. مثل دیدن صحنه‌ای بود که نباید ببینی. این مکاشفه یکی از اولین تجربیات منتل با جهانی ورای جهان ما بود. لحظه ای تعیین کننده در زندگی او. منتل بسیاری از این لحظات رو در کتاب خاطراتش که در سال 2003 منتشر شده توصیف کرده. کتابی که به شرح بسیاری از وقایع از جمله نخستین خاطره او میپردازه. این اولین چیزیه که یادم میاد. توی کالسکه بچگیم نشستم. در فضای باز پارکی به نام بانکس وود هستیم. مامانم عقب عقب میره. من دستم رو به سمتش دراز میکنم چون نمیخوام که بره. مامانم میگه فقط میخواد عکسم رو بگیره. من نمیفهمم چرا داره عقب عقب کی میره. پچپچی استراری میان درختان بالای سرمون در جریانه. پچپچی تند و نامفهوم. برگا پراکنده میشن. آسمون بالای سر به من خیره شده. مامان دور و دورتر میره و بالاخره توقف میکنه. دستش رو بالا میاره و بخشی از صورتش رو میپوشونه. آسمون و درخت ها به سمت من هجوم میارن. احساس سرگیجه میکنم. همه دنیا صدا و حرکته. مامان در حالی که حرف میزنه به سمت من برمیگرده. خاطره اینجا به پایان میرسه. وقتی بچه بودم اتفاقاتی میافتاد که اغلب نمیتونستم تشخیص بدم فاجعه بارن یا محشر. انگار روی بندی در هوا معلق موندین و نمیدونین چطور واکنش نشون بدین. من فکر میکنم که یه وجه شاد و کودکانه در تمام کتابای من هست. امیدوارم بتونم تعادل خواننده رو یه لحظه هم که شده برهم بزنم، به طوری که ندونه باید بخنده یا باید فریاد بکشه. اصلا دلم نمیخواد که خوانندم حتی یه لحظه هم آروم و قرار داشته باشه. در یه دنیای ایدئال خواننده نباید بتونه جمله بعدی منو حدس بزنه. من دلم میخواد خواننده رو پریشون کنم، چون به نظرم خود زندگی مشوش کننده است و تقریبا زیر همه چی لایه‌های ناپیدا وجود داره. میدونین یکی از دلایلی که باعث شد من نویسندگی رو انتخاب کنم این بود که
زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، احساس کردم که یه مشکل جسمانی جدی دارم که نه خیالیه و نه روانی. یه مشکل جسمی داشتم که بنیم رو میگرفت و باعث میشد نتونم وکیل یا سیاستمدار بشم. چون این دو حرفه توان جسمانی زیادی لازم دارن. با خودم فکر کردم باید بعضی خوابها و خیالها درباره آینده رو کنار بذارم و شغلی انتخاب کنم که کنترلش دست خودم باشه. مثلا ساعت کارم رو بتونم خودم تعیین کنم. برای همینم شروع کردم به تدارک زمینه نویسنده شدنم. در 1974 در 22 سالگی هیلاری منتل نوشتن رمانی درباره انقلاب فرانسه را آغاز کرد که بر زندگی سه نفر یعنی روبسپیر، دانتون و دمولن تمرکز داشت و از آغاز انقلاب تا کشت و کشتارها رو در بر می گرفت. او تحقیق و نگارش این کار رو در کتابخانه مرکزی منچستر انجام داد. In Manchester Central Library. Sometimes people talk. گاهی آدم ها جوری در مورد رمان تاریخی صحبت می کنن، انگار داستان و تاریخ در برابر همن. اصلا اینطور نیست. به محض اینکه چیزی رو در مورد تاریخ یاد می گیریم، باید بتونیم در موردش تردید کنیم. باید یاد بگیریم مدام در اسناد تاریخی شک کنیم و به خودمون بگیم فکر می کنم این رو می دونم. اما چرا فکر می کنم که می دونمش؟ کی گفته؟ کی میخواد من اینو باور کنم؟ مثلا چه کسی شورش هایی رو آغاز کرده که به سقوط زندان باستیل منجر شده؟ چرا فلانی؟ چرا در اون زمان؟ چرا در اون لحظه خاص؟ میتونه کار کسی دیگه ای باشه؟ این سوالا منو گیج میکنن و وادارم میکنن که در طول زمان مدام بهشون برگردم. به تفاوت بین تاریخ سیاسی اونطوری که بر صفحه کاغذ مکتوبه و احساس اونی که داره این ماجراها رو از سر میگذرونه. از اواسط تا اواخر دهه 70 میلادی، هیلاری منتل همچنان که به تحقیق در مورد زندگی شخصیت‌های تاریخی ادامه می‌داد، برای کسب درآمد در قسمت زنانه فروشگاه بزرگی در منچستر کار می‌کرد. آیا کار در یک فروشگاه بزرگ کنجکاوی تو نسبت به آدم‌ها رو ارضا می‌کرد؟ فکر میکنم این کارو گرفتم چون برام درگیری ذهنی ایجاد نمیکرد. من از نظر حرفه‌ای برنامه مشخصی نداشتم. فقط تصمیمم رو گرفته بودم که کتابم رو بنویسم. در بخش پوست و چرم قسمت زنانه فروشگاه که تابستونا پرنده هم توش پر نمیزد، کار میکردم و تمام روز در مورد اونچه شب میخواستم بنویسم خیال پردازی میکردم. این شغل ذهنم رو آزاد میذاشت. کتاب هر روز روز مادر است در سال 1985 منتشر شد و دنباله اون که عنوانش هست جای خالی اون رو مشهور کرد و نامش رو به عنوان نویسنده‌ای تثبیت کرد که وجوه تاریک قلب آدمی رو میکاوه و از تعمقی شبانه روزی در قلمرویی که شیاطین در اون خفتن و اجساد در اون دفنن ترسی نداره. جهان آثار منتل کنجکاوی منتقدان رو برانگیخته بود. خونه و چیدمان منزلتون خیلی معمولیه. مثل اینکه در این معمولی بودن عمدی هم داشتید. من سعی میکنم زندگی روزمرم رو جوری تنظیم کنم که تا حد ممکن کسالت بار باشه. چون اگه میخواین به چیزای خیلی هیجان انگیز فکر کنین، باید زندگی ملال‌آوری برای خودتون درست کنین. نمیتونین همزمان روی تمام بخش‌های زندگیتون تمرکز کنین. اگه ذهنتون پر از چیزای وحشتناکه، اون چه در زندگی روزمره احتیاج دارین، قشنگی، یک نواختی، امنیت، آرامش و نظمه. Everyday life is niceness. You need blandness, security, safety and routine. باور نمی‌کنم. زندگی روزمره من تا اندازه‌ای که بتونم تنظیمش بکنم اینجوریه. من آدمی هستم که مواجهه با دنیا براش کار ساده‌ای نیست. با صدا و گاهی با نور زیاد مشکل دارم. با مردم مشکل دارم و احساس می‌کنم بهم فشار میاد.
دوست ندارم زیاد با کسی حرف بزنم. دوست دارم همه چی یه اندازه معینی داشته باشه تا بتونم در ذهنم به چیزی جز نوشتن فکر نکنم و کارم رو ادامه بدم بدون اینکه نظمش به هم بخوره. از هیجان خوشم نمیاد. هیجان در ابعاد کوچیک برام بسه. چون فکرام برام به اندازه کافی هیجان انگیز هستن. از دهه 90 میلادی به بعد هیلاری منتل تونسته تمام وقتش رو صرف نوشتن کنه. پرداختن به گذشته‌ای که زیر لایه‌های زندگی امروزی ما مدفونه از دغدغه‌های اساسی منتله. یه نمونه خوبش رمان شاخص او با عنوان تالار گرگه. کل رمان در وجه اخباری نوشته شده و قهرمانش تامس کرامول، سیاستمدار به نام انگلیسیه. این رمان سرگذشت مدرن بلندپروازی‌ها، جان به در بردن‌ها و توطئه‌های سیاسی در سده 16 میلادی است. کتابی بود که من هم می‌دیدمش و هم می‌شنیدمش. مرکب و زر در هم تنیده بود. نوری بود که در دل تاریکی در حرکت بود. گوهر درخشانی بود متعلق به دورانی سپری شده که همزمان در هیئت مجموعه ای از اصوات و تصاویر در ذهنم نقش می‌بست. کی می‌فهمید که بخش تحقیق تاریخی کارتون تموم شده؟ هیچ وقت، چون هر صحنه ملزومات خودش رو به همراه میاره. ممکنه این نوشتن یه صحنه متوجه شین که زمینه سازیتون کافی نبوده. نمیتونین یه شخصیت رو ناگهان و بدون مقدمه وارد صحنه کنین. درسته که خواننده زمینه چینیتون رو نمیبینه، اما شما باید این شخصیت تازه رو خوب بشناسین. نوشتن و تحقیق برای همین برای من دو روند در هم تنیدن. من پرونده هایی دارم که اینجوری به ترتیب الفبایی مرتبشون کردم، در مورد آدم ها و اطلاعات زندگی نامه ای. پرونده هایی دارم در مورد ایده ها و موضوعات، آداب و رسوم که ممکنه توش هر چیزی از فلسفه تا آشپزی باشه. من بر اساس یادداشت هام کار رو شروع میکنم. یادداشت ها بر اساس داده های تاریخی شروع میشن، به تدریج به دیالوگ تبدیل میشن و در جریان کار آروم آروم به سمت خلق درام پیش میرن. خلق گفتگو اصل کار منه. بنابراین اگه دفترچه تلفن رو هم به من بدین، یه نمایش نامه بر اساسش می نویسم. کنار پنجره می ایستد. یک دست سار میان غنچه های تیره شاخه های برهنه درخت جا خوش کردند. سپس چنان که گویی غنچه های تیره می شکفند، سارها بال و پر می زنند و چهچه سر می دهند. و همه چیز، هوا، بالها و نوت‌های سیاه موسیقی را به جنبش در می‌آورند. متوجه می‌شود که دارد با لذت تماشایشان می‌کند، که چیزی تقریباً خاموش با حرکتی رو به جلو آماده خوشامدگویی به بهار است، که او به شکلی نامحسوس و با نومیدی چشم انتظار عید پاک است، پایان روزداری، پایان ایام توبه. جهانی پشت این جهان تیره وجود دارد، جهان امکانات، جهانی که در آن آن بتواند ملکه شود، جهانی است که در آن کرامول کرامول خواهد بود. می‌بیند و نمی‌بیندش. لحظه فرار است و فکر ماندگار. نمی‌توان به لحظه سپری شده بازگشت. جایزه من بوکر ادبیات داستانی سال 2009 تعلق میگیره به هیلاری منتل برای کتاب تالار گرگ. قدرت داستان منحصر به فرد بودن نثر ورزیده و غیر احساساتی اثر باعث شد تالار گرگ جایزه بگیره. شب جایزه بوکر چه احساسی داشتی؟ در این شب ها دو نفر داریم. یکی اونی که قراره جایزه بگیره و یکی اونی که قراره با لبخندی خشک شده بر چهرش نقش بازنده محترم رو بازی کنه. من تجربه‌ام به عنوان بازنده محترم زیاد بوده.
خوب تمرین کرده بودم که بتونم هر دو نقش رو خوب بازی کنم. اما نام برنده رو که اعلام کردن مثل فنر از جام پریدم. انگار حتی یه لحظه دیگه هم نمیتونستم تحمل کنم. باید صبر می‌کردم دوستان و اطرافیانم از جام بلندم کنند. اما خب من برای این کار خیلی زحمت کشیدم. جایزه منبوکر حد اعلای به رسمیت شناخته شدن در دنیای ادبیات انگلیسیه. انگار یه افتخاریه که هم میخواین بهش نائل بشین و هم یک بار که ببریدش فشار از روتون برداشته میشه. چون کسی انتظار نداره شما یه بار دیگه هم بوکر بگیرین. پس منتظر این لحظه میمونین و بعد که گذشت دیگه با خیال راحت به نوشتن ادامه میدین. This doesn't mean, however, that the actual. البته این به این معنی نیست که نفس نوشتن ساده تر میشه. منتل همچنان سخت مشغول نوشتن و میگه احساس میکنه دوباره از نقطه صفر شروع کرده. من هیچ وقت فکر نکردم که چیزی قراره آسون به دست بیاد. برای همین هر روز که میشینم سر کار انگار که مبتدیم. هیچ تضمینی نیست که اگه دیروز موفق شدین کاری رو انجام بدین امروزم میتونید. میشه هر روز یه چیزی نوشت، اما گاهی باید تحمل روزای بی نتیجه رو داشت. انگار فقط دارین بیل میزنین و همینطوری جون میکنین و فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول فعل رو پشت هم میذارین. اگه این کار رو ادامه بدین، بالاخره دستتون به یه چیزی بند میشه. اما اون وقتی که دارین این کار رو میکنین، زمان میتونه خیلی کند بگذره. انگار هر چی یاد گرفتین رو فراموش کردین. I do have faith though that given enough input, just given enough. با این حال من اعتقاد دارم که اگه به اندازه کافی وقت صرفش کنین، بالاخره زحمتتون نتیجه میده و شما حالی از ساختمون اون فصلی رو که دارین روش کار میکنین میبینین و میتونین به چنگش بیارین و روی صفحه ثبتش کنین. خیلی شبیه تعقیب اشباهه، مثل مجسمه‌ای در دل قطعه سنگ مرمره. شکل هر فصل از قبل وجود داره، اما شما باید اونجا باشین و بتونین اون رو از دل سنگ بیرون بکشین. منتل و همسرش چند سال اخیر به شهر ساحلی باتلی سالترتن در ایالت دون نقل مکان کردند. منتل از بچگی آرزو داشته کنار دریا زندگی کنه و این هم عکسی از اونه که 16 سالگی در ساحل باتلی ازش گرفته شده. اما آیا منتل سرانجام در این ساحل آروم گرفته؟ آیا راضی هستی؟ From time to time, yes. گاهی. رضایتم خیلی بستگی به آخرین جمله‌ای داره که نوشتم. اگه جمله خوبی باشه، راضیم. اما اگه نسبت به اون چه که نوشتم تردید داشته باشم، باید با بالا پایین‌ها و ابهام‌های زیادی کنار بیام و با این سوال درگیر بشم که اینی که نوشتم آیا کار می‌کنه یا نه. آدمی نیستم که بتونه بشینه و بگه راضیم. چون همیشه دارم به خودم میگم اگه بتونم یه تغییرات ایجاد کنم، راضی ترم میشم. اما یه مرحله جدید در زندگیم شروع شده. چون قراره کنار دریا زندگی کنم که همیشه دلم میخواسته. دلم میخواد آرامش بیشتری داشته باشم. دریا رو نگاه کنم و ازش یاد بگیرم. چون الگوی ابدی و تغییر ناپذیر داره. ممکنه طوفانی هم بشه. اما موج همیشه یک شکل ثابت داره. پیش میاد و بعد پس میشینه. مثل گوش دادن به صدای قلب خود آدم میمونه. فکر میکنم این اون کاریه که میخوام انجام بدم.
برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینید. اگه خواستین برنامه و گزارش‌های قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.